دوستان سلام، چطورین؟ به قسمت پنجم خوش اومدید. اگه خاطرتون باشه در قسمت قبل راجع به اینکه چطور شنیدن یاد بگیریم و چطور شنونده های فعالی باشیم صحبت کردیم و یه یادآوری کوچیک اگه بخوام بکنم به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه شنونده های خوبی باشیم باید تلاش بکنیم که تکرار بکنیم، خلاصه بکنیم و تفسیر بکنیم حرف طرف مقابلمون رو. Repeating, summarizing and paraphrasing. در ادامه همین فصل و اینکه چطور شنونده خوبی باشیم میرسیم به بخش Ask questions. سوال بپرسیم. Another advantage of reflective listening is that you are more likely to be aware of gaps in your understanding. So you're more likely to ask appropriate questions to help clarify your understanding. یک حسن دیگه شنیدن انعکاسی اینه که باعث میشه شما نسبت به خلأهای دانشتون آگاه بشید. در نتیجه منجر به این میشه که شما بتونید پاسخهای مناسبی بدید و شفافتر پاسخ بدید به سوالی که ازتون میپرسه. In any situation where you need clarification or information, there are two types of questions: open questions and closed questions. Open questions usually begin with the words what, why, how, tell me, explain, and describe. When you ask open questions, you encourage the other person to explain more. On the other hand, closed questions such as "Are you upset?" and "Don't you want to do it?" usually get a short response. خب میگه که دو نوع سوال میتونیم بپرسیم. وقتی که با یک کسی داریم بحث میکنیم و اون داره راجع به یه مسئله به ما توضیح میده، دو مدل میتونیم سوال ازش بپرسیم. سوالهای باز و سوالهای بسته. سوال باز چیه؟ سوال باز وقتیه که شما سوالتون رو با این لغت ها فرزن شروع می کنید. چطور، چرا، چگونه، به من بگو، یه ذره بیشتر توضیح بده، وصف کن. این مدل سوال کردن وقتی مثلا یه آدمی میاد ازتون سوال میپرسه، وقتی که ازش میپرسین خب چی شد که اینطوری شد یا چرا اینطوری شد، اون آدم فرصت داره که بهتون توضیح بده. اما وقتی که سوال های بسته میپرسین این اتفاق نمیفته. مثل اینکه وقتی از طرف میپرسین که چرا ناراحتی؟ آیا ناراحتی؟ یا نمیخوای این کار رو بکنی؟ سوالهایی که تو انگلیسی بهش میگن سوالهای yes no، پاسخاش بله و خیره. وقتی شما سوالی میپرسین که پاسخش بله و خیره، طرف مقابل فرصت این رو پیدا نمیکنه که خودش و احساساتش و مشکل رو که داره درست بیان بکنه. در نتیجه بهتره که توی بحث وقتی از کسی سوال میپرسین جوری بپرسین که اون فرصت داشته باشه بیشتر توضیح بده. اما be sure that your questions do not come across as interrogative, attacking, defensive or rude. Try to pose them in a calm, neutral manner. Let the other person finish each point before you ask a new question. Interrupting is a waste of time. It can distract and frustrate him or her. But once they have replied, you may need to summarize or paraphrase their answer before you continue with your response. منتها وقتی که دارین از طرف سوال میپرسین، مهمه که حواستون باشه که به انگار بازجو نیستین، بازجویی نمیکنین، حمله نمیکنین، تو حالت دفاع نیستین، بی ادبی نمیکنین. سعی کنین سوال پرسیدنتون اینطوری نباشه بگین مثلا چرا، یعنی پرسین چرا. خب میگه این مدل سوال کردن، آرام و بی‌طرفانه سوال کردنه. بعد میگه وقتی این سوال رو پرسیدین، let the other person finish each point before you ask a new question. اجازه بدید که طرف مقابل نکته‌ای که میخواد بگه، مسئله‌ای که داره رو کامل جواب بده و شما نپرین وسط حرفش، سوال بعدی رو نپرسین. Interrupting is a waste of time. پریدن وسط حرف مقابل، طرف مقابل، وقت هدر کردنه. It can distract and frustrate him or her. ممکنه باعث حواس پرتی یا کلافگی طرف مقابلتون بشه.
اما زمانی که جواب داد، اون موقع زمانیه که شما خلاصه ممکنه بکنین حرفاش رو یا به نوعی تفسیرش بکنین و بعد فرصت دارین که جوابتون رو بدین. Active listening, reflecting, confirming and clarifying what the other person has said not only helps you to see where they're coming from, but also shows that you're making an effort to understand things from their perspective. شنونده فعال بودن یعنی انعکاس دادن حرفای طرف، تاییدش، شفاف کردنش، نه تنها به شما کمک میکنه که بفهمید موضع طرف مقابل چیه، بلکه نشون میده که شما دارین تلاش میکنین که طرف مقابل رو درک بکنین و تلاش میکنین که زاویه دید اون رو موضوع رو متوجه بشین. این یک بخش این فصله. حالا وارد بخش ارتباط غیر کلامی میشیم، non-verbal communication. But it's not just what a person says. Their verbal communication that tells you what they're saying and where they're coming from. What a person doesn't say, their nonverbal communication can give you a real insight into what's going on. میگه اما فقط این که آدم چی میگه و ارتباط کلامی کافی نیست برای اینکه شما بفهمین طرف منظورش چیه و از چه موضعی داره حرف میزنه. این که طرف رفتار غیر کلامیش چیه، شیوه ارتباط غیر گفتاریش چیه، میتونه به شما یه ایده خیلی خوبی بده، یک نگاه خیلی خوبی بده درباره اینکه چه اتفاقی داره میفته. اینجاش خیلی جالبه، میگه In interactions with other people where emotions and feelings are involved, research shows that communication is made up of 7% what is said, 38% tone of voice, 55% body language. This means that a huge amount, 93% of how a person feels is communicated non-verbally. میگه در ارتباط‌های عاطفی و احساسی تحقیقات نشون داده که تنها 7% از ارتباط دو طرف بر اساس گفتاره، 38%ش تون صداشونه، 55%ش زبان بدنشونه. یعنی چی؟ یعنی 93% ارتباط بین افراد و انسانها غیر کلامیه، غیر گفتاریه. Interestingly, when communication is difficult, our body language becomes more pronounced. It doesn't take you long to notice that someone is angry if they're using short, sharp gestures. چیزی که خیلی جالبه، زمانی که ارتباط مشکل میشه، رفتار فیزیکی ما هم خیلی اغراق شده میشه. وقتی که یه آدمی حرکتاش تنده، خیلی سریعه، واضحه که آدم عصبانیه تو اون لحظه. Certainly someone crossing their arms could be feeling defensive, or they could just as easily be feeling cold. You can't rely on a single gesture, facial expression and so on to tell you how they are feeling. You need to take into consideration a combination or cluster of nonverbal signals. اما چیزی که مهمه و میگه که تنها یک شیوه ارتباطی غیر گفتاری کافی نیست برای اینکه با اطمینان بتونین بگین که طرف چه احساسی داره. مثلا یه آدمی که اینطوری نشسته ممکنه آدم عصبانی باشه یا در حالت دفاعی باشه تو بحث، ممکنه اون آدم سردش باشه، داره خودشو گرم میکنه و مدلی نشسته. خب در نتیجه یک رفتار فیزیکی کافی نیست برای اینکه ما به این نشه برسیم که طرف منظورش چیه و چی داره میگه. یک مجموعه ای از رفتارها هست
a combination or cluster of non-verbal signals، یک نشانه های غیر گفتاری، مجموعه نشانه های غیر گفتاری که به ما میگه که طرف چه احساسی داره. اینجا داره یه مثال میزنه. For example, imagine you ask a friend whether they would come with you to collect some furniture you'd recently bought. They reply, yeah, okay. But you're not convinced that they really do want to help. So you ask, are you sure? Your friend replies, I said sure, didn't I? میگه که مثلا فکر کنین که اسباب کشی دارین و از دوستاتون میپرسین که میتونی بیای کمکم کنیم. اون میگه آره باشه. اما شما قانع نشدین که آیا واقعا حاضره، دلش میخواد بیاد کمک بکنه یا نه. واسه همین دوباره ازش میپرسین که مطمئنی؟ اون میگه آره دیگه، مگه نگفتم مطمئنم. اما the fact that they mumble the reply and don't make eye contact leaves you unsure. You may not know exactly what that is, but you've picked up the mismatch between verbal and non-verbal messages. You're sensing their reluctance because their verbal communication, what they say, doesn't match their non-verbal communication. میگه اما این که توی جوابش یه کندی داره و حاضر نیست با شما ارتباط چشمی برقرار بکنه، صورتش رو میدزده، باعث میشه که شما خیلی مطمئن نباشین که واقعا میخواد کمک کنه یا نه. هرچند مطمئن نیستین که دقیقا چه اتفاقی افتاده، ولی احساس میکنین بین اون چیزی که طرف داره میگه و اون چیزی که واقعا منظورشه یه تفاوتی هست. احساس میکنین که منظور واقعیش رو نمیگه. چرا؟ علتش اینه که ارتباط غیر گفتاریش با ارتباط گفتاریش متفاوته. حالا این یه اسمی داره. This mismatch is known as leakage. Leakage occurs when a person says one thing but their body language, gestures and so on leak something different. It's unconscious. They won't be aware of it. But if you fail to recognize these clues, you risk being misled. You'll misunderstand what someone is really thinking and feeling. اسمش هست تراوش، نشت کردن. نشت کردن زمانیه که اون چیزی که زبان یه آدم میگه با اون چیزی که بدنش میگه با هم فرق داشته باشه. ناآگاهانه است، خودشون نمیدونن دارن چنین پیامی میدن، اما اگر شما تشخیص ندین باعث میشه که گمراه بشین و دقیق نمیفهمین که اون آدم مقابلتون چیزی که داره میگه آیا با احساسی که داره یکی هست یا نه. خب چی لازم داریم حالا اینجا؟ intuition، شهود یا بصیرت، هر دوش ترجمه شده. Picking on a combination of non-verbal signals in a particular situation can also be seen as your intuition. Intuition is an unconscious process of tuning into and responding to a combination of nonverbal information in a specific context. For example, imagine a parent. Now, بذارین قبلش ترجمه کنم بعد بریم تو مثالش. میگه اینکه شما بتونید نشانه‌های غیر گفتاری، غیر کلامی آدم‌ها رو توی یک موقعیتی بسنجید نشون میده که شهود دارید، بصیرت دارید. بصیرت یک روند ناآگاهانه است که به شما این امکان رو میده که بتونید تشخیص بدید سیگنال ها و نشانه های غیر گفتاری، غیر کلامی آدم ها رو. حالا مثال داره میزنه، میگه که Imagine a parent is lecturing her teenage son about not having a party when she is away at the weekend. The parent finishes with Did you hear what I just said? If her son vehemently replies, of course I did. I told you already. I'm going to Luke's house for the night. It could put the parent on her guard. Why? Because when someone is being dishonest, they may overcompensate and the pitch and volume of their voice will rise. Combined with the lack of eye contact and crossed arms as he replies, the parent intuitively doesn't trust her son. حالا میگه که تصور کنید یک مادری داره به پسر نوجوونش میگه که ما وقتی این آخر هفته نیستیم اجازه نداری تو خونه مهمونی بدی. یا فهمیدی چی میگم؟
پسر میگه بله دیگه فهمیدم، مگه نگفتم من این آخر هفته دارم میرم خونه دوستم لوک. اما مادر مطمئن نیست. خب چرا مطمئن نیست؟ به خاطر اینکه وقتی آدم ها صداقت ندارن زیادی تاکید میکنن، تون صداشون بهش میگن پیچ، تون صداشون میره بالا، والیومش هم میره بالا، یعنی خود صدا هم میره بالا. ضمن اینکه حاضر نیستن با شما ارتباط چشمی برقرار بکنن، گاهی وقتا دستاشون دست به سینه میشینن. همه اینها باعث میشه که این مادر به نوجوانش اعتماد نکنه، احساس کنه داره یه دروغی میگه. When people are lying, they may rehearse the words they use, but not their body language. So when their body language says something different from their words, you know you're not getting the whole truth. میگه وقتی آدم ها دارن دروغ میگن، ممکنه جمله هاشون و حرفاشون از قبل تمرین کرده باشن، ولی زبان بدنشون رو تمرین نکردن. و وقتی که زبان بدنشون با لغاتشون فرق داشته باشه، نشون میده که صادق نیستن. سریع زمان میگذره ها، زودتر بخونیم، من میخوام این فصل رو تو این قسمت تموم بکنم. پیشنهادش اینه که تمرین بکنین. میگه که you can practice reading other people, turn off the sound on your TV, watch people being interviewed on the news or observe them interact in dramas and soap operas. یه پیشنهادش اینه که میتونین برای که تمرین بکنین زبان بدن آدم ها رو یاد بگیرین، اینه که تلویزیون رو صداش رو قطع بکنین و به رفتار فیزیکی آدمه نگاه بکنین، ببینین میتونین حدس بزنین الان چی داره میگه. دیگه کوتاه‌ترش میکنم. خب این خیلی مهمه. speak fluent body language، میگه که سعی کنین زبان بدن روان و سلیسی پیدا بکنین، به خاطر اینکه زبان سلیس داشتن به شما کمک میکنه که به نظر اعتماد به نفستون بیشتر بیاد. خب میگه که if you want to feel more capable and confident and not just appear confident but genuinely feel confident, simply choose to do just two or three of these actions. این خیلی مهمه. میگه اگر که میخواین واقعا احساس توانایی و اعتماد به نفس داشته باشید، نه که فقط به نظر بیاد که توانایی دارید، یکی دو سه تا از این مواردی که توصیه کرده رو در وقتی که دارین حرف میزنین با بدنتون انجام بدین، که بادی لنگویجتون، زبان بدنتون زبان سلیسی باشه. میگه وقتی دارین حرف میزنین stand or sit straight، صاف بشینین یا صاف بایستید. Keep your head level، سرتون رو بالا بگیرید. Relax your shoulders، شونه هاتون رو ریلکس کنید. Spread your weight evenly on both legs، وزنتون رو به طور متوازن بین دوتا پاهاتون بندازید، یعنی روی یه دونه یا دوتا اونوری لم ندید. When you're sitting، keep your elbows on the arms of your chair rather than tightly against your sides. وقتی رو صندلی هستین، دستاتون رو آروم بذارین روی دسته های صندلی به جای اینکه بچسبونین روی صندلی بغل رونتون. Make appropriate eye contact، ارتباط چشمی برقرار بکنین. Lower the pitch of your voice، تون صداتون رو بیارین پایین. Speak more slowly، آروم صحبت بکنید. And speak more quietly، شمرده و آروم صحبت بکنید. خب میگه You can't control every aspect of your non-verbal communication، but if you can just use one or two of those things consistently، your thoughts, feelings and the rest of your behavior will follow. میگه نمیشه همه زبان بدنتون و ارتباط غیر کلامیتون رو کنترل بکنید، ولی اگه دو یا سه تا از این چیزا رو که گفتیم سعی کنید تو ارتباط استفاده بکنید، نظراتتون و افکارتون رو راحت‌تر به بقیه منتقل میکنید. خب رسیدیم به آخرین بخش. بخش بعدی دیگه فقط راجع به فهمیدن نیست، این بار راجع به اینه که ما تا اینجا یاد گرفتیم چطور بشنویم، چطور ببینیم، چطور ارزیابی بکنیم طرف مقابلمون رو. بحث قسمت بعدی بحث standing up to difficult people، که چطور صحبت بکنیم با طرف مقابلمون، چطور در واقع از حقمون دفاع بکنیم در مقابل افراد بدقلق. خب این آخرش رو تونتون گفتم که زیر 20 دقیقه نگه داریم. مراقب خودتون باشید فعلا، تا قسمت بعد خداحافظ. تمرین بکنید تا میتونید که بتونیم بهتر و بهتر با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم.